های روهای شیشایت جا جور شبه که فعلا با سر خیلی کار داریم پروژه. یو بچه یه دوست داشتنی رینا ریاکشن، سلام علی بکس، خوش آمدید. آقا ما زدیم تو کار پروژه های جدید افغانستان، کل همه پروژه یه دست امینوا و امیر رستم. البته این پروژه جدید نیست، یک پروژه بسیار بزرگیه که خیلی بزرگی به نظر یه جور الان بچه فاز اولش رو زدن. آره دیگه، فاز اولش تموم شده و همون پروژه جذاب و خفنیه که خودتون میدونید. پروژه چی اسمش؟ کابل جدید. کابل کی جدید. گفتن اینو 5 ماه 6 ماه کن. یه سال نشده. آره 5 6 ماه نه، یه سال هم نشده. باشه خوب چند تا خونه ببین تکمیل شده، ببینیم چی اصلا تکمیل شده یا نه، ما چه نمیدونیم. بریم از کانال کابل شو ببینیم بچهای کابل شو که خیلی گزارش خوبی میگیرن. بچا لینکشو داخل دیسکریپشن هست، واقعا زحمت میکشن. بریم با هم دیگه ببینیم و دمشون گرم واقعا. بریم سراغ ویدیو ببینیم چه جوریه. آجی یه جای خالی رو پیدا کرده، قشنگ دارن میسازن. بتون بتون کشیه آجی، ویلایی یعنی اینو، یعنی اونا رو تازه ساختن. یعنی چقدر خوشگل هم نقشه کشی کرده. نه یعنی چون میگی نقشه کشی شده، راه مشخص شده. آره دیگه، همه راه خروجی ورودی ها همه اینا دیگه، مسیرها درست شده دیگه. بچه این جایی که میبینید شاید چند سال آینده همش ساختمون ببینید. اینجا فرودگاه، یاد دیدی فرودگاهه اونجا، هر چیزی و کار دارم که بالاخره آره ساختمون میبینید. 4-5 سال آینده اینجا جای سوزن انداختن نیست. شاید مثلا اینقدر مغازه و مردم مشغله کار اینجا اینقدر 5 سال که حداقل 10 سال نیاز داره دیگه شروع میشه، مردم میاد. این می بلاکایی را که میبینیم دیگه اینجا تو پیشتر که دربارش صحبت کردیم، یکم طرفدار ببین که اینا تصویر بیاین. اینا گفتن کم و بیش کارش در جمهوریت پیش رفته، ولی بازم شاید تغییرات بیاین در این بلاک. بله تغییرات اینا رو ساخته بود در نظر گرفته شده از قبل. آها ببین، پلان تفصیلی و بخش اول شرکه خاورانه، فاز اول کابل جای توسعه دهنده شرکت ساختمانی خاور. آها این فکر کنم حالت پیمانکارش هم شرکت ساختمانی خاور باشه. آره تر پلان شرکت ساختمان شهر مهندس تر آیه انجینیر خان محمد میرزایی، سالن شهری فاتح خانه زنانه، مکتب کودکستان، اینا چیزاشه. امکاناتی مسجد. آره. امکاناتی که 17 تا امکانات داره این کابل جدید. مثل همین شهرک مانند نیه، مثل این شهرکی که سمت شهر ری ساخته اون بالا بالا شهرک پرندی سپرنده، مثل همونجا تقریبا مسجد. تو همونجا بچه افغانستان خیلی هستن، مثلا مکتب هست، بلند منزلی رایشی و تجارتی هست. یک بسوا زمین $3,000 فعلا. $3,000 میگین افغانی؟ $3,000 چیو؟ $3,000 فعلا. بله. واسه؟ یک متر $3,000. یک بسوا زمین $3,000 فعلا. بله. $3,000 میگه. یک نیمم چی؟ $200 وزی گفت. بچه‌ها بی چی گفت منظورش؟ $3,000 آخه میشه 150 میلیون. شاید یه بلوکو داره میگه. $3,000. 150 میلیون تومان ما میشه. شاید هر واحدشو گفت. هر زمین خالی بلوک نهادی بلوکشی شده دیگه. آره آماده شده، ولی پروژه استارت نزدن، فقط انگار مثلا بخش بندی شده، مشخص شده که چه جوری قراره رو چه پلتفرمی رو چه الگوریتمی برن دیگه. دارن میسازن دیگه، پیشو ریختن و آجر ماجر. هر یه ساختمون هم میسازی حدودا یه 5 6 ماه باشه. تکمیلی کار چی زمان خواهد بود؟ ورودیه. چرا این پروژه را به نام کابل جدید گذاشتن اسمش را؟ در کل درباره صحبت‌های می داشته باشیم که طول عرض این پروژه چقدر است؟ چون یک پروژه بسیار کلان است ماشاءالله. خیلی. در عموم درباره پروژه کابل جدید صحبت‌های می داشته باشیم، بیاین که بریم مرام روی کنه. چیز یاده بی چی افتادم؟ دیدید میگن دهلی نو بچه‌ها؟ آره. ما میخوایم کابل نو. نو کابل نو ببینیم بچه نیو کابل سیتی دارن زندگی میکنن که اینا رو دیگه، این از زمان جمهوریت ساخته شده. استارت ای تو امارات اسلامی نخورده. خب هم بچه های عزیز انجینیر صاحب در کنار ما هستن که معلومات بیشتر در رابطه با پروژه کابل جدید ازشان میپرسیم. سلام انجینیر صاحب، وقتتون بخیر. سلام به شما، خوب هستین؟ زنده باشین. بسیار تشکر. اینجاست به کوتا خودتون چه اطلاعاتی میدم؟ سعید جان هستم، کارمند شرکت ساختمانی خاور. بسیار خوب انجینیر صاحب، ماشاءالله ما میبینیم یک کم و بیش کار پروژه کابل جدید پیش رفته، ولی بسیار زیادش باقی مانده. در نخست بر ما درباره خود پروژه کابل جدید اینو اصلا انگار نکن، انگار مثلا
هر کی دیوار کشی خودشو انجام داده اینجا. نمیدونم این جزش هست یا نه، نمیدونم، شاید اصلا اینا چین تا چرا دیوار داره اینجا، ولی اون ساختمونایی که ما دیدیم اینجاست. آره اینم مسیراشه، زیادش باقی مانده. در نخست بر ما درباره خود پروژه کابل جدید یک کم بگوین. پروژه کابل جدید به خودتون معلوم است که پروژه ملی است در سطح افغانستان، به خیریه افتتاح شد توسط رهبریت امارت اسلامی افغانستان. همگی بودن در جمعه مولای یعقوب. بسیار خوب. بچه میگه چیه؟ من هرچی داشتم میگشتم میخواستم خود کابل رو پیدا کنم. خیلی از شهر خیلی دوره دیگه. اینگاه مثل شهر جدید خودمون میمونه، هشکرده هست. آره دیگه، الان تهران کجاست؟ سال بچه ها یه سی بهتون بگم، مثلا سال اون موقع که هشکرد خود هشکرد پایین بود، هشکر جدیدی که الان هست، حالا یه نیمه برجایی داریم اونجا و نمیدونم خیلی پروژه هم ول کردن اونجا، نمیدونم چرا ادامه ندادن، البته کلاهبرداری بود، خیلی کلاهبرداری. آره شد. توی شهر جدید هشکرد سال یادمه قشنگ، توی یکی از فیلم‌های تلویزیون تو سال 86 بود، سال 86 در مورد هشکرد اینا داشتن صحبت میکردن. هشکرد الان میدونیم چه وضعیتی داره، ولی اون موقع گفتن هشکرد است، یه شهری دارن اونم رو درست میکنن. یک کابل هم چه چیزی میشه. کی بود گفته 86 96 تقریبا نزدیک هولوش 17 سال 18 سال الان ساختار خودشو پیدا کرده، ولی بازم اون حس اون بیابونی رو فعلا داره. خیلی باید برن تو بحرش، خیلی بعد اونجا راحت باز یه 18 سال دیگه کار داره. آره واقعا، چون اون تحتهاشو میری اصلا برهوت خیلی دیگه بیابونه، چون خیلی فضا بازه اونجا. اینجا میگه خیلی از شهر آره. هر چی اجازه چه زمانی پروژه آغاز شد؟ تقریبا خو آغازش از سال قبل از زمان جمهوریت بود. بله یه سال زمان امارت، نه قبل جمهوریت، یعنی یه سال قبلش کاملا متوقف بود تا زمان امارت. بله در ساید سبز کار جریان داشت، مثلا روی از او کند بوده دیگه، در حسابی چیزش عملی یعنی مطلب بود، پول مول نمیدادن. خب پروژه بر چقدر وقت است؟ یعنی کار تکمیلی شما چند سال بعد باید ببینیم؟ خب بخواین نخواین کابل جدید است دراز مدت است. دقیقاً پروژه بسیار کلان. آره اصلا دیگه دراز یکی دو سال ده سال نیست، این حداقل نه گفتن 30 سال تا 35 سال طول بکشه. ببین اون شهری که مد نظر میگم، همین الان هشکرد خودمون هم که تو ایران هم میبینیم، الان اون تایمی که نیاز داره رو نگذرونده، ولی قابل سکونت، قابل زندگی کردنه تقریبا. اونم اوایلاش ها بچه ها، میری انتهاش دیگه باز میشه همون برهوتی و بیابونی و بی امکاناتی. سگ باچه بگیر و آره سگ میفته دنبال اونجا. ما کارمون فعلا توقف است انشاءالله، پس از ماه حمل کارمون شروع میشه. بله چون هوا سرد از زمستان است، کارمون متوقف است. نظر به سردی هوا. بله این بسیار خوب، از زیادتر از جوانا و زیادتر این مردم میگن کار نیست و بیکاری، این قسم پروژه که میباشه زمینه کار برای دارن یواش میرن. آره تصویر فعلا بیننده باشین از کابل جدید، صحبت های ما هم ادامه داره. آجی اینا بلوکشی شدن. آره. مثلا یه حرکت هایی بزنن دیگه، اینجا یه چیزشه اونجا یه چیزشه. خب یه سوال، اینا یک سوالی که برای من مطرح میشه، این زمینا، خب این زمینا الان اینا زمینا مال کیه؟ زمین مال امارت اسلامی الان. آه یعنی چیز خاصی نیستش مثلا خریده باشن همه زمینا رو؟ الان زمین خالی بوده. چرا خب دیوار کشی شده؟ خب اینه یه جلوی مثلا از بالا که نگاه میکنن حس یه شهر بودن بهت بده. نه ما هنوز ساخته نشده، چه حسی میدونم بده؟ چرا بلوک دیوار گذاشتم برش؟ با میبینی؟ اینجا یه نظم عجیبی داره، یه نظم اینجا عجیبی. رو من به نظرم میدادم به چینی ها سری میشه. آره خب بعد دیوار پیش ساخته میزدم براش، هم زلزله اینا مثلا بیافته رو آدم اینقدر سنگین نیست که شما صدمه ببینید. الان مثلا تو 24 ساعت نمیم چند روز بود بیمارستان زمانه ترکیه یا نباید بدم منفور بسازن. درست کردم به ترکیه یا نباید بدم بسازه چون نه ترکیه ایران ساخت دیگه، یه چوسه زلزله اومد کل واحدا همه ترکیه ایران ساخت. یعنی چی نفهمیدم؟ ترکیه ایران واحد ساخت یا آپارتمان ساخته بود دیگه، این مسکونیای واحد مال خودش که ریخ. حالا اونا که مال ما ساخته بدبخت شدیم، کی بخواد بریزه معلوم نیست. بچه ها مال خودش ساخت، تو زلزله شدید چه جوری اومد پایین، اون هم آدم بیگناه هم مردن. دوزیه خود دیگه، دوزی تو کاره. آره دیگه دوزیه، یعنی اینا اداره کشیده از بالا معلوم بود. آره بلوک کشیه اینا که مثلا تو چه محدوده خونه رو مثلا بکنن و گود برداری کنن و شما نگاه کن مثلا من یه جاهایی شاید دولت خودش داره درست میکنه، خب یه جایی رو من شخصم
تو هم شخصی من خودم برای خودت میای بلوک کشی میکنی دور تا رو زمین خودت رو مشخص کنی. ولی چیزی که تو ویدیوهایی که از این پروژه اومد بیرون اومد نشون دهنده این بود که میخوان بیشتر رو ویلایی کار کنن تا اینکه مثلا دبیش کنن برج برج بزنن. من به نظر ویلایی کنن خب تو میخوان تراکم جمعیت توی کابل رو کم کنن بیارن این سمتی باشه. خب بعد آپارتمان باشه حتما. ببین اینجا میدونی چه جوریه، اون موقع اونجا دیگه هر کی که وضعش توپه بچه میاد این ور دیگه، ویلایی هم میاد دیگه، آپارتمان هم هست دیگه. بنده خدا که اینجا زندگی میکنن دور از شهرن. فعلا ما داخل شرک هستیم، شرک سبز میگن، شرک سبز. من قبلا هم با شما یادآور شدم که اگر خواستین از روی نقشه من براتون میگم که اینجا جای بلند منزل است و بخش رایشی است. بله بریم که بریم مقصد اینجا اینجاست. حتما ساحات سبز هم دیگه باز مد نظر گرفته شده در شهرک. بله امیرم جای سبز است، این پارک است دیگه، ساحات سبز، بله. پارک ساحات سبز است، باز جور میشه با مرقم استاندارد خودش و همچنان خانه های رهایشی شاید اینجا جور شوه که فعلا با سبز. خیلی کار داره این پروژه، راحت 30 سالو داره دیگه. ببین کسی که استارت این کارو میزنه دیگه من به نظرم جمهوری اسلامی هم نتونست پسش بر بیاد، گفته یا یواش یواش بریم یا اگه میریم هم که فقط بگیم داریم انجام میدیم، فقط از گردن خودمون ساقط کنیم. یعنی من نمیتونم، من خودم هم اینجا نمیتونم تنظیم کنم امارات اسلامی بتونه تو تای ماجرا بره. خیلی ماجرای پیچیده ایه، هزینه شهرک آها، بعد شما این هزینه رو قطعا باید دولت پرداخت کنه. آره دیگه، خوب یا دولته یه جاهایی رو میاد دولت میفروشه به شخصی ها، مثلا میگه آقا شما بیا این منطقه رو برای خودت. چقدر سرمایه گذار داریم تو افغانستان که بخوان این کارو از ما انجام بدن؟ یه جوری مثلا سفره پند کنن بگن که آقا بیاید براشون. آره دیگه، بیا خودتون بگیرین آقا بساز بفروش بکنین آقا اینجا. شاید دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردین، لایک و سابسکرایب بکوبید، زنگوله اینستا حتما بزنید، نظر خودتون رو بگید، بگید که به نظرتون این پروژه به کجا میرسه، میارزه هستن تو افغانستان الان مثلا اومدن این همه هزینه. به لحاظ عقلانی که آقا تراکم توی کابل زیاده، مثلا تهران هم باید اینجوری کنن. تهران الان بچو تراکم خیلی زیاده، اصلا بس پایتخته ما ایران، مثلا ما باید ایران بیایم پایتختامون رو جدا بکنیم. ما همه پایتختمون تهرانه، پایتخت فرهنگی مثلا بشه اصفهان، پایتخت تاریخی مثلا بشه شیراز، پایتخت اقتصادی بشه یه جا دیگه، اون همش پایتخت اقتصادی بشه تبریز. همه رو کردن تهران. اون برای چی؟ اون میگه برای چی گذاشتن اونجا؟ الان مثلا خود کاخ سفید میتونست اون موقع یه دونه کاخ سفید تو چیز بزنه. ربطی نداره. خب الان آمریکا چیزاش پایتختاش جداه. آمریکا هر پایتخت هر کدوم برای خودش جدا، اصلا اون موقع باید استانا هم جدا میشدن. اصلا میگه آقا استان تبریز آموزش پرورش جدا، مثلا نه بانکی شد الان آمریکا همینه، تو داری ایالتیش میکنی. من دارم میگم پایتخت تو نباید همه رو مختص یه جا بدی. مثلا میگم یهو یه زلزله بیا تو تهران، تهران با خاک یکسان میشه. آه این نمیتونه. اون موقع شما فکر کن مثلا یه دونه مثال مسافر میاره، من این پروژه که من دارم میگم کل کارشناسای معروف دنیا و کارشناسای معروف خفن ایران که با دکترا دارن اینو میگن، من دارم باهات صحبت میکنم. بریم آقا بریم. دمتون گرم بچه‌ها، لایک سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی. زدین دیگه از قبل زدین. خدا نگهدار.